درود به بینندگان خوب تلویزیون ایران فردا اصل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سالم باشید با این روزهایی که صحبت در هر کجا که میرسید صحبت از کروناست و بیماری و این ویروسی که امروزه در همه جای دنیا پخش شده البته من در برنامه قبلی هم گفتم به این صورت که خیلی دارن بعضی و ترس و وحشتی که از این بیماری کرونا دارن خیلی زیاده در صد اگر من اعتقاد دارم وقتی که زمان آدم برسه خواهید رفالا چه با ویروس کرونا چه با تصادف چه با هر چیز دیگه و البته رایت کردن این شسر دست ضد عفونی کردن روسی رو نکردن دست ندادن یک حالا میگن رایت کنید رایت میکنیم و خب همیشه خوب بوده دست شستن و ضد عفونی کردن این یک چیزی است که خوبه که همگی ما عادت به این بکنیم و این رو رعایت بکنیم در صورت امیدوارم که هر چه زودتر این مسئله این ویروس کرونا در مملکت ما به خصوص به دلیل شرایط بد جامعه و نبودن امکانات و اینکه مخصوصاً مخصوصا در زندان ما که از لحاظ بهداشتی رایت نمیشه و وجود کرونا میتونه گسترش خیلی گسترده داشته باشه و ترس و وحشت رو واقعا برای زندانیان دارم به محیط آلودهی که در زندانهای ما هست مثل روال همیشه بگذارید برنامه رو با مجله فردوسی امروز آغاز کنم فردوسی امروز که رو جلدش در غم استوره کوبی برایان هستش در مورد این استوره دلیل اینکه که سه هفته البته در هفته گذشته به دلیل اینکه بزرگداشتی رو برای کوبی برایان گرفته بودند در شهر لس آنجلس و همه طرفدارانش با خریدن بلیت ها به بلیت به استادیوم رفتند و در این اعتقاد بودند که نباید سوگواری کرد و باید یاد او رو گرامید و بزرگ داشتی رو برای, برای او گرفت و باید با یادش و خاطراتش اشک نریخت و یادش رو زنده نگه بداریم و خب کبی کسی بود که سالیان سال خوش درخشیده بود در لس آنجلس و در بسکتبال و خب در این آمریکا هم واقعا در شهر ما لس آنجلس اهمیت بسیاری داشت در بین ایرانی ها هم همچنین و در لس آنجلس ها رو جلد این هفته رو به این دلیل به کوبی برایان دادیم به دلیل بزرگ داشتی که براش در این هفته گرفتم و با مقالات بسیار خواندنی مثل روال همیشه مجله فردوسی با مطالب بسیار خواندنی از آقای عباس پهلوان آقای سعید نقیبزاده ناینی عزیز آقای علی رزامه بودی آقای کاوه گوهرین آقای داروش باقری آقای یاسر فلاح احمدی و آقای اردوان مفید و دیگر عزیزانی که در این هفته مقاله دارند صحبت رو کوتاه میکنم و دوست دارم به زندانیان بپردازم در آغاز زندانیان باید این رو بگم در هفته پیش از سه نفر که در اعتراضات آبان ماه دستگیر شده بودن و حکم اعدامشون رو داده بودن در این هفته خبردار شدم که این عزیزان رو به به دلیل اینکه از سلولشون بخوان به سلول دیگه ای به بهانه اینکه این عزیزان رو به بیمارستان انتقالشون بدن به دلیل بیماری که دارن و اینا اینها رو بردن و انتقالشون دادن به سویت شماره 11 تیپ یک زندان تهران بزرگ در جایی که اگر یادتون باشه شیر محمد علی کسی بود که با ضربات چاقو فعال سیاسی بود که با ضربات چاقو کشته شد حالا در همین جا از آقای امیر حسین مرادی سعید تمجیدی و محمد رجبی و پانزده تن دیگر از زندانیان سیاسی و کسانی که در اعتراضات آبان ماه دست به اعتراض زده بودن و دستگیر شدن رو این هم این همه اینها رو تقریبا 20 نفر رو منتقل کردند به, به قول خودشون به سویت شماره 11 تیپ 1 زندان تهران بزرگ که، واقعا جای خطرناکی است و مواد مخدری ها و اونهایی که جرائم خشن دارن در اینجا جا دارن و حالا اینها رو بردن و مورد ترس و وحشت خانواده هاشون شده و جای ترس هم داره و همونطور که دیدیم که چطور شیر محمد علی رو با ضربات چاقو کشتن و یک دفعه اتفاقی در اینجا همه سلول ها درش قفله ولی در اون روز دیدیم که اتفاقی در باز بوده و زندانبان در رو قفل نکرده و آمدند و شیر محمد رو با چاقو کشتن حالا هم معترزین آبان ماه رو به این سلول ها انداختن سلول های انفرادی و سلولهایی هایی که وقتی هم که دست جمعی هم باشن با افراد همونطور که گفتم جرائم خشن و مواد مخدری ها انداختن که جای نگرانی رو برای خانواده ها و یارانشون داشته و واقعا هم جای خطرناکی هست باید از خانم مرجان داوری بگم قبل از اینکه در مورد مرجان داوری براتون بگم که در همین هفته چه اتفاقی افتاده هفته های پیش اگر یادتون باشه در مورد خانم مرجان داوری گفتم که خانم مرجان داوری کسی بود که به اعدام محکوم شده بود و یک ای رو حتی اگر اشتباه را کنم به طورت ای اگه بخوایم اسم ببریم و یا هر چیز دیگری ایشون فعالیت داشتن با شوهر سابقشون که البته شوهرشون اعدام کردن شوهر سابقشون اعدام کردن و خانم مرجان داوری رو اول به اعدام محکوم کردم خانم مرجان داوری یک متر... و مترجم است که مفصلا در برنامه دو سه هفته پیشم مفصلا در مورد ایشون صحبت کردم ولی آنچه که دارد باید برای در این هفته براتون بگم در مورد خانم مرجان داوری 52 ساله محقق و مترجم که در زندان قرچک ورامین هستش متاسفانه پدر خودشون رو از دست دادن و متاسفانه کارشناسان کارشکنی کردن مسئولین کارشکنی کردن و مانع شدن از حضور خانم مرجان داوری در مراسم خاکسپاری پدرشون و با اینکه خیلی هم قرار بود که به مرخصی ایشون بیان ولی حتی راضی نشدن و نذاشتن که خانم مرجان داوری بر سر مزاره پدرش بیاد و سوگواری رو در کنار خانوادهش انجام بده و متاسفانه ایشون هم خیلی شرایط بدی رو در زندان دارن و خیلی هم نگران خانم مریم ابراهیم وان خانم مریم ابراهیم وان نویسنده کارگردان سینما هستند که در زندان قرچک ورامین هستند این نویسنده کارگردان و تهیه کننده سینما که از تیر ماه سال 1197 به صورت بلا تکلیف در زندان قرچک ورامین به سر میبرد با نوشتن نامه نسبت به شرایط خود و تداوم بلا تکلیفی در زندان اعتراض کرده است او در بخشی از این نامه گفته است آنچه پیش از رسیدگی به بلا تکلیفی دو ساله و توقیف اموالم لازم به پیگیری است این است که بدون ارائه هیچ نوع پرونده یا با پرونده سازی سپاه بازداشت و زندانی شدم مریم ابراهیم ون نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم های تنز عشق ما هم تنهاییم و پانسیون دختران در شهری بر ماه 1195 توسط معموران اطلاعات سپاه در محل کار خود در تهران به دلیل تهیه فیلم 24 سپتام بازداشت و مدتی بعد با قرار وسیقه از بازداشتگاه این نهاد در زندان اوین آزاد شد. خانم ابراهیم و نزدیک به دو سال بعد مجددن بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان قرچک ورامین در حال بلا تکریفی به سر میبره متاسفانه هر سعی کردم براتون تیکه از فیلم فیلم 24, سپتامبر رو براتون پیدا کنم یا فیلم های دیگری از خانم مریم امیروند پیدا کنم متاسفانه نبوده و در نامه ای که نوشتن در مورد اینکه این فیلم یک داستان واقعی بوده این که این هیچ از خودشون ننوشتن این رو البته سپاه ازشون شکایت کرده و اینکه به چه صورتی ایشون این فیلم رو تهیه کردن و یکی از در مورد یکی از شرکاش محمد علی آهنگران گفته و مشکلاتی که در زندان داره یک نامه است که همونطوری که مفصلا یعنی مفصل نوشتن و من خلاصش رو براتون گفتم متاسفانه خانم مریم ابراهیم من در حال حاضر در زندان ورشک قرامین به سر میبرد آرش صادقی آرش صادقی که همگی ما با او آشنا هستیم متاسفانه آرش صادقی این زندانی سیاسی در زندان رجای شهر کرج که در تاریخ دو آذر ماه امسال به بیمارستان خمینی اعزام شده بود متوجه گسترش بیماری و درگیری دو استخوان بالای سینه شد بنا به دستور پزشک پس از سه جلسه رادیوتراپی و حرکت درمانی آزمایش مجددی انجام دادن که متاسفانه هنوز هم وجود داره و باید این درمان ادامه پیدا کنه برای حفظ این وضعیت آقای صادقی می باید هر سه ماه یک بار برای ویزیت مجدد به بیمارستان اعزام شود در صورت, صورت, صورت کارشکنی زندان در این روند پیشرفت های پزشکی مورد اشاره در معرض آسیب ها آسیب قرار خواهند گرفت و آرش صادقی رو باید بهش رسیده کنم و در مورد آرش صادقی من بارها صحبت کردم و ایشون رو چه خود ایشون و چه خانم گروه ایرانی و که همسر ایشون هستن در شرایط سختی قرار دادن و حالا باز با تمام اینکه ایشون سرطان دارن و شرایط خوبی رو ندارن متاسفانه ایشون رو به بیمارستان انتقال نمیدن و بهش رسیدگی نمیکنن. سهیل عربی سهیل عربی او هم بیماری داره در در زندانه و متاسفانه عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت سهیل عربی در زندان تهران بزرگ این زندان عقیدتی که در زندان تهران بزرگ هستش علی رقم های شدید و درد ناشی از تومورهای تومورهایی که دارند و ایجاد عفونت در بدنشون از اسان به بیمارستان و انجام مراحل درمان محروم ماندن شیوه ویروس کرونا در زندان مزید بر علت شده و هیچ پزشک یا پرستاری در زندان برای ماینه و یا تزریق آمپول مسکن هم حضور نداره آقای عربی در اودبیش ماه سال جاری به دلیل درد شدیدی که داشتن بیمارستان منتقل شدند و بدون رسیدگی کافی پزشکی به زندان بازگردانده شدند. وی در حال حاضر با توجه به صدمه فیزیکی و درد شدیدی نیازمند رسیدگی درمانی و انجام عمل جراحی دارند. در مورد خانم فریدا فریبا عادل‌خا خیلی سعی کردم یک لحظه من در مورد ایشون یک توضیح کوتاهی بدم و به عکس, عکس رو خواهید دید و یک ویدیویی از ایشون هم هست که براتون خواهم گذاشت خیلی سعی کردم که در مورد خانم فریبا عادل چیزی نگم یا باید بگم از اونجایی که بر این اعتقاد هستم که باید همه زندانیان رو گفت و تا به امروز باورم کنید که این کار رو انجام دادم یعنی سعی کردم که در اینکه کمونیست باشن یا فدایی باشن یا مجاهد باشن یا اصلاح طلب باشن و مشروط خواه باشن و یا مذهبیان از جمله دراویش سونیا و دیگر همه را در بر گرفتم در برنامه های تلویزیونی خودم در مورد خانم فریبا آدلخوا خیلی س... س... سعی کردم که اول هیچی نگم به دلیلی هم اینم که نمیخوام بگم بگذارید من اول فیلم رو نشون بدم خانم فریبا آدلخوا در فرانسه زندگی میکردن و قبل از اینکه برن فرانسه خیلی ها فکر میکنن که ایرانی که خیلی اینا رو اذیت نمیکنن مزاحمشون نمیشن هیچ مشکلی ندارن ایران خیلی خوبه فقط اگه این دولت تونسته از از مسائل تحریم ها بگذره دولت دولت قوی است و خلاصه و خلاصه و خلاصه و تعریف کردن از نظام و یا اینکه حتی حتی اینکه خبرنگار فرانسوی ازش سوال میکنه و میگه که در مقابل خانم نسرین ستوده چی میگه در مورد حجاب میگه نه بابا اون زمان ها گذشت و اینا و خلاصه همین خانم فریبا عادل به ایران میره و ایشون رو دست کنه. بگذارید اول فیلم رو با هم ببینیم و ببینید که چرا بعضی موقع ها در این شرایط من یه خود دست و بالم میلرزه و از اون چارچوبی که دارم بیرون میام و دست خودم نیست ولی با تمام احوال خبر رو آوردم و خبر رو خواهم گفت ولی با همه این وجود اول دوست دارم فیلم رو نشونتون بدم و بعد اینکه خانم ادارت ها دست به اعتصاب غذا زده و بعد چه اتفاقی افتاده بریم نگاه کنیم به فیلم و برمیگم زیر رو قشنگ خواهش میکنم وقت بذارید و بخونید نگاه کنید C'est inscrit dans la loi, c'est-à-dire la, la femme non, est... Rien non, rien n'est inscrit véritablement dans la loi, c'est une société patriarcale, on n'a même pas besoin ni de loi ni de l'islam pour l'interdire. C'est une société beaucoup plus patriarcale et ça n'a rien à voir ni avec l'islam, ni avec ce, ce gouvernement, l'absence des femmes dans les postes de décision. Nasrin Sotoudeh, hein, que vous connaissez, qui est une avocate qui défend le droit des femmes, justement en, en Iran, elle est en prison aujourd'hui. Oui. Elle dit sur le régime, il faut en sorte qu'on sache qu'ils nous surveillent, ils font de ta vie une prison. Vous êtes d'accord À un moment donné, sans doute, ça a été, mais c'est de moins en moins. Simplement aujourd'hui, si vous discutez avec les femmes iraniennes sur l'obligation de voile, elles vont vous dire, écoutez, vous êtes loin de l'Iran, vous ne comprenez pas, le voile n'est pas une obligation. Ça veut dire tout simplement, la jeunesse iranienne ne, ne peut pas se situer par rapport à un avant qu'il n'a pas connu. Et pour eux, c'est finalement tout un jeu. Le voile est devenu un jeu. Mais il y a ce système de surveillance qu'elle décrit, justement, Nasrin Sotoudeh. C'est un système d'un État qui était pratiquement au lendemain de sa victoire révolutionnaire. Si vous voulez, euh, en guerre, euh, surveillé ou peut-être sous pression à cause de l'étranger. Et du coup, ils se sentent un peu en danger, un peu en, en, en sécurité. et développent un peu tous ces services de sécurité. C'est le propre de, de, de l'État iranien. Les sanctions, la guerre, le, le, la, le comportement de l'État américain, en fait, ne laissent pas cet État. Dans une situation de, de confort, de, très confortable ou peut-être de sécurité. Et me, il me semble absolument naturel et normal que l'Iran essaye de, protéger, de se protéger dans la région. L'Iran a montré qu'il a la capacité de s'en sortir des embarcots. Ce n'est pas un régime faible, c'est un régime fort. Le régime qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec les, le régime. Est-ce qu'il pourrait évoluer vers une démocratie il a effectivement beaucoup évolué la, la République On n'est pas, pas à la démocratie. Il a encore. les institutions démocratiques. Maintenant, les pratiques... Parce qu'il y a une élection. Mais... La, la, la République islamique n'a que 40 ans, je crois. C'est ça aussi l'espoir de la société on iranienne. Dans 40 ans, du coup. En attendant, Il y a une chose qu'il faut remarquer, que le régime iranien n'a pas d'alternative politique. L'alternative, c'est soit le Mujahideen du peuple, ça veut dire un secte, soit le, roi, les roi, euh, le, le jeune roi qui, s est, qui est installé à Los Angeles, qui ne sont pas très près de Donc prendre le pouvoir. Donc la démocratie n'est pas une alternative. aujourdدی اگر شما هم بودید حرف من رو میفهمیدید که وقتی از <تصفح> یک دموکراسی در ایران میگه چه عکس عملی رو نشون میده و کسی که باور میکنه جمهوری اسلامی رو و اصلا که هجاب اجباری وجود نداره یا حرف نسرین ستوده که در زندان رد میکنه نسرین ستوده که این برای ما زندان ساختن و, این و ایشون رد میکنه ایشون همراه شوهرشون حالا من نمیدم شوهرشونه دوستشونه هرکشونه به ایران میره حالا بهشون دارن اتهام جاسوسی میزنن کسی که در خارج تعریف نظام جمهوری اسلامی رو کرد دموکراسی صحبت میکرد اول فیلم رو گذاشتم البته ایشون در زندان شرایط سختی رو داره خانم فریبا آدلخوا در به دنبال اعتصاب قضای بلند مدتشون در بهداری زندان اوین بستری شدن فریبا آدلخوا در تاریخ سید ماه تیک نامه سرگوشاده به همراه کایلی مورگلبرت شهروند استرالی بازداشت شده در ایران از اتصاب غذای خود خبر داده بود و گفته بود که در مدت بازاش تحت شکنجه های روانی قرار داشته و از بسیاری حقوق ابتدایی خود محروم بودند. به نهایتا در تاریخ 23 بهمن ما و بعد از 50 روز به اتصاب غذای خودش خاتمه داد. اواخر تیر ماه سال جاری علی ربیعی سخنگوی دولت ایران خبر از بازداشت فریب عادل داده بود. این شهروند دو تابعیتی در 17 خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خودش در تهران بازداشت شده بود. رونالد مارشال پژوهشگر فرانسوی نیز در ماه جوان حین سفر به ایران که برای دیدار با خانم عادلخواه صورت گرفته بود او هم بازداشت شده بود روز سهشنبه نوزدهم آزر ماه پس از گذشت شش ماه از بازداشت این زوج فرانسوی برای این پرونده قرار وسیقه صادر شده اما علیرغم موافقت قاضی پرونده جهت آزادی موقت معاون داستان با این هم مخالفت کرده است بله همونطور که گفتم همسرشون اومدن و گرفتن و ایشون گفتن شکنجه روانی من حرفم با این افرادی که در اروپا هستند و اینکه جمهوری اسلامی رو خوب میبینن اینه که برید حد اقل بخونید مطالعه کنید بررسی کنید و بعد از نظام جمهوری اسلامی دفاع کنید تو میگم چون وقت کمه آقای امین کاسب به دو سال حبس تعزیری حبس محکوم شدن آقای امین کاسبی که از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ما توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه به دو سال حبس تعزیری محکوم شدن سپیده سپیده فراهان سپیده فراهان فعال فعال مدنی محبوس در زندان اوین و از بازداشتگان اعتراضات دین ماه 96 که در حال سپری کردن دوران محکومیت خودش در این زندان است هفته گذشته به دلیل احساس درد شدید در ناحیه پا به با تأخیر بسیار به بهداری زندان اوین و نهایتا به بیمارستان منتقل شد آقای صابر رضایی یکی از شهروندان زخمی شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به اعتراضات آبان ما با ماه با گذشت بیش از سه ماه کماکان بدون تکمیل پروسه درمان در زندان تهران بزرگ به سر میبرد آقای رضایی پیشتر در تاریخ 25 آبان ماه با شلیک گلوله گلوله نیروی امنیتی در شهر قدس تهران زخمی شد. او پس از انتقال به بیمارستان بازداشت و در تاریخ 5 آذر با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای رضایی در محله بازپرسی توسط دادیاری عمومی و انقلاب شهر قدس به تخریب اموال عمومی متهم شده. دادگاه برای این شهروند قرار وسیقه یک میلیارد تومانی صادر کرده است سابر در حالی که دستانش در جیبش بوده زمان عبور از مقابل ساختمان راهنمایی و رانندگی شهر قص با شلیک گلوله نیروهای امنیتی زخم شده گلوله پس از عبور از دست او به پایش نیست اصابت کرده آقای رضایی با کمک مردم به بیمارستان منتقل شده او در بیمارستان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه دوی الف زندان اوین منتقل شد او در آنجا به تخریب اموال عمومی متهم و مورد بازجویی قرار گرفت این بود برنامه این هفته ای ما هرچند که دوست داشتم در مورد آقای صابر رضایی بیشتر بگم ولی مطمئن باشید که در هفته آینده در مورد بازا شدگان آبان ماه براتون صحبت خواهم که همه شما عزیزان رو به خدا بزرگ میسپارم یادتون باشه قدر همدیگر هم, هم بدونید خدا نگهدار